دو برادر که خزان گذشته متهم به جاسوسی سنگین شده بودند از سوی دادگاه محکوم شدند. دادگاهی بدوی استکهلم برادر بزرگ پیمان کیا 42 ساله را به حبس ابد به اتهام جاسوسی سنگین و دسترسی غیر مجاز به اسناد سری محکوم کرد. برادر کوچک پیام کیا 35 ساله به 9 سال و 10 ماه زندان به اتهام جاسوسی سنگین محکوم شد. این دو برادر علیه سویدن برای روسیه جاسوسی می کردند. اطلاعات مربوط را برادر بزرگ که قبلاً با سپو، اطلاعات و امنیت ارتش و وزارت دفاع کشور کار می کرد، به دست آورده است. قاضی مونس ویگن می گوید: Vi kan se att de här bröderna har fyllt en väska med hemlig information om cirka 90 dokument med bestämda avsikten att just gå Ryssland och GRU till handa. دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که برادران یک بیک پر از اطلاعات محرمانه و سری را که شامل 90 سند بود، قصدن می‌خواستند به روسیه و سرویس اطلاعات ارتش روسیه منتقل کنند. یگانه انگیزه ارتکاب این جرایم را که دادگاه بدوی تشخیص داده است، به دست آوردن پول عنوان شده است. موتیو لیتی گران سو که نمنا دی ات بودا دم ها برادران هار فنیکت آل اینبلاندینگ. Och det enda som vi har kunnat hitta som motiv är just ekonomisk vinning. درباره انگیزه می توانم اشاره کنم که هر دوی این برادران هر گونه دخالت را رد کردند و تنها چیزی که توانستیم به عنوان انگیزه پیدا کنیم سود مالی است. هر دو برادر ارتکاب جرم را رد می کنند. اردوان خوشنود، جرمشناس و استاد دانشگاه لون در گفتگو با بخش فارسی دری رادیوی سویدن میگوید که این پرونده یکی از مهمترین موارد جرمی در حوزه جاسوسی است. این پرونده بسیار فرق داره با پرونده های دیگه، چه از نوع جرم و جنایات و حتی به جرم های جاسوسی دیگه. خیلی از مدارکی که در این دادگاه استفاده شده مخفی است و از همگان مخفی نگه داشته شده. افرادی که در این دادگاه علیه این دو برادر شهادت دادن از سرویس اطلاعاتی سوئد و همچنین سرویس اطلاعات ارتش سوئد افرادی بودن مخفی، اسماشون معلوم نیست، اینها با کد و شماره شهادت دادن و وکیل این وکلای این دو برادر هم اشاره کردند به این مهم که یک سری از این مدارک رو نمیشه کنترل کرد برای اینکه اینقدر حساس است و مخفی است و این مخفی بودن و اینکه حتی همگان اجازه نداشتند بخش زیادی از این مدارک رو ببینن و اکثر دادگاه پشت درهای بسته بود، این خیلی برای کشوری مثل سوئد نادره و این بزرگترین فرقی است با جرایم و احکام دادگاهی دیگه که داشتیم. اردوان خوشنود، جرمشناس و استاد دانشگاه لون بود که در مورد پرونده جاسوسی دو برادر توضیح می داد. مسعود قیام، رادیوی سویدن.